توی تولید یک دیویدی استاندارد و دیویدی که شرایط عادی داره شاید تنها جایی که شما نیاز به اسکریپتینگ دارین زمانی که شما میخواین بینندهتون بتونه انتخاب زبان انجام بده یعنی به طور مثال زیرنویس فرزن انگلیسی رو فعال بکنه با گویش فرانسوی یا با گویش فارسی حالا یا هر چیز دیگه من اینجا سیمیلیت رو میزنم و شما همونطور که میبینید من یک تایتل منیو دارم که از اینجا میتونم فارسی یا انگلیسی رو انتخاب بکنم وقتی فارسی رو انتخاب میکنم دیویدی در واقع منوی فارسی برای من لود میشه متاسفانه این زبان ها رو من خاطرم نبود زمانی که داشتم این موش منیو رو درست میکردم اضافه بکنم و اولا شما میبینید که جزء اینا نیست خب به هر حال الان شما فرض کنید ما میخواییم بریم توی زبان ها و یه اشتباه دیگه من اینجا کردم راست رو منوی اصلی و پخش فیلم رو هم یادم رفت توی این منو بذارم که اینجا به همین خاطر یه همچین اتفاقی افتاده خب امیدوارم برای این دوتا اشتباه من رو ببخشید اینجا شما ممکنه بخواین زبان فارسی رو فعال بکنید و زیرنویس فارسی رو حالا از اینجا میتونید شما به منوی اصلی برگردید یا فیلم رو بزنید مستقیم پخش بشه خب اینجا همونطور که شما می‌بینید زیر فارسی هست و زبان فارسی هم که داره پخش میشه پس ما فقط اینجاست که به یک همچین چیزی به عنوان اسکریپت نیاز پیدا میکنیم اما واقعا شما فکر نکنید که اسکریپتینگ توی دیویدی پرو توی این مرحله کار سختی واقعا اسکریپتینگ این اتفاق از اون چیزی که ما توی چپتر ایندکس دیدیم راحت تره چون اصلا چیزی به تایپ هیچ کلمه ای نداریم من اینو به شما قول میدم چون واقعا خود من یکی از کسایی هم که موقعی که اسم اسکریپت میاد اصلا تنم میلرزه چون هیچ چیزی راجع به برنامه نویسی نمیدونم خب میدونم خیلی از دوستانی که الان برنامه نویسن میگن نه ما خیلی هم دوست داریم و خیلی چیز ولی مطمئنم یه عده زیادی از دوستان هستن که نمیخوان خیلی درگیر مسئله برنامه نویسی بشن قطعا اسکریپتینگ توی این مرحله به هیچ وجه به این شکل نیست من میام توی قسمت گرافیکال همونطور که شما می‌بینین من سه تا زبان و به عنوان زبان‌های اصلی دارم سه تا زیرمیس به عنوان زیرمیس‌های اصلی هر سه تا رو اینجا پاک می‌کنم رنگ اسکریپت توی گرافیکال ویو ما به این شکل هست و هر جا شما یه همچین چیزی دیدید همونطور که این زیر هم میبینیم به این معناست که اسکریپته خب من همه پاک می‌کنم تا خودمون توی این قسمت لنگویج منیو بیایم و اون اسکریپت رو ایجاد لنگویج منوی ما در درجه اول اجازه بدید من پاک کنم یه منوی معمولیه این منو با منوی های دیگه هیچ تفاوتی نداره اما اتفاقی که میافته اینه که شما یک اسکریپت رو به هر کدوم از این باتن هایی که خواستید نسبت میدید خب حالا ما چطور اسکریپت رو ایجاد میکنیم شما با زدن اد اسکریپت یا پراجکت اد تو پراجکت اسکریپت میتونید یه اسکریپت جدید بنویسید اصلا با این قسمت هم شما کاری نداشته باشید هیچ نیازی به یه همچین چیزی ندارید اینجا ما الان یه ناپ داریم یا no operation یعنی هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته با این اسکریپت من روش کلیک میکنم و همونطور که شما اینجا بینید من یه کامند دارم کامند رو من انتخاب میکنم و شما اینجا set system stream دارید شما همونطور که اینجا میبینید توی سیستم اس ما میتونیم بگیم آدیو ما چی باشه و ساب تایتل ما چی باشه به طور مثال من میخوام حالا آدیو یکم که فارسی هست رو با زدن این دکمه فعال بکنم پس آدیو یک رو انتخاب میکنم و حالا اگر این اسکریپت رو به این دکمه نسبت بدم آدیو یک من فعال خواهد شد که در واقع همون زبان فارسیمه برای اینکه شما ببینید کدوم استریمتون چه چیزیه میتونید بیاد اینجا مثلا الان ای که من یا آدیو که من فارسیه ای دو من فرانسویه ای سه من انگلیسیه، اس که من که سابتایتل یک فارسیه و به همین ترتیب آخر در واقع این اسکریپت و این چیزی که اینجا میبینید به این کاری نداره که این چه زبانیه به این کاری نداره که تو کدوم کاناله و اون کانال رو فعال میکنه به طور مثال اینجا الان میگه که من با این اسکریپت کانال یک صدای شما رو فعال کنم همونطور که شما میبینید ما فقط سه تا کانال صدا داریم و بقیهش خالیه شما میتونید تا هشت تا زبان یا در واقع تا هشت تا استریم آدیو داشته باشید خب من استریم یک رو انتخاب می کنم و اسم این اسکریپت رو میذارم پرشین آدیو خب یه نکته خیلی مهم اینجا باید بگم خدمتون و اونم اینه که حالا شما فرض کنید که این اسکریپت اجرا شد بعدش چه اتفاقی بیفته صدای فارسی ما فعال شد اما بعدش چی؟ بعدش شما یه پلاس اینجا میزنید یعنی یه خط دیگه برنامه به این اضافه کن کامند این دفعه به جای اینکه شما ست سیستم استریم خوب بکنید جامپ رو میزنید اگر خاطرتون باشه تو اوایل درسمون جامپ تو رو داشتیم که یعنی از اینجا برو سراغ جای بعدی که مثلا فلان هست مثلا وقتی فیلمم تموم شد برو تو منوی اصلی دقیقا همون هست جامپ تو معمولا جامپ توی این آدیو سلکشن ها رو توی همون منو لنگویج منو انتخاب میکنن یا همون منوی اصلی که فرزن برای صدا زیر انتخاب شده من اینجا منوی لنگویج رو انتخاب میکنم و حالا اگر این اسکریپت رو اجرا بکنم یعنی من بیام توی لنگویج منو این پرشین آدیو رو به این زبون فارسی نسبت بدم که اینجا گذاشتم یعنی این دکمه من با, با این اسکریپت کار بکنه طبیعتا موقع دیدن فیلم اون کسی که میخواد فیلم رو ببینه براش صدای شماره یک فعال میشه یا به عبارت دیگه میتونه فیلم رو با زبان فارسی ببینه هرچند که اگر فیلم هم پخش بشه میتونه یوزر ما به راحتی عوض بکنه صدا رو ولی فرض کنیم که میخوایم از اینجا ما این کار رو انجام بدیم خب توی اسکریپت ما اسکریپت شماره یکمون رو نوشتیم حالا اسکریپت همین کار رو باید برای زبان دیگه بکنیم پرشین آدیو رو من یه دوپلیکیت ازش میگیرم اسمش رو میذارم فرنچ آدیو و اینجا فقط باید بیام این رو از استریم یک بکنم استریم دو چون زبون فرانسوی من توی استریم دو بود اگه خاطرتون باشه این کانال بود خب همونطور که شما دیدین تا اینجا ما حتی یک خط هم برنامه ننوشتیم یک کلمه هم تایپ نکردیم استفاده از اسکریپتینگ توی دیویدیسی پرو حداقل توی این لول از کاری به همین راحتیه خب من فرنش رو یه کپی دیگه ازش میگیرم یه دوپلیکیت دیگه ازش میگیرم اسم یکی رو میذاریم انگلیش آدیو و حالا این یکی استریم سه فعال می... استریم سه رو فعال میکنه و حالا برای زیرنویس ها من میتونم دوباره فارسی رو یه دوپلیکیت ازش بگیرم بزنم پرشین ساب به معنای ساب تایتل اسمو هم اصلا مهم نیست فقط چیزی باشه که خود شما راحت بتونید تشخیصش بدین و این دفعه به جای آدیو رو فعال کنم ساب تایتل رو فعال میکنم ساب تایتل یک من فارسی بود پس اینجا میام میگم ساب تایتل یک من این ویوی که اینجا شما میبینین یعنی غیر از اینکه ساب یک را فعال میکنی روشنش هم بکن چون به صورت دیفالت روشن نیست یعنی دیده نمیشه زیر فیلم و خود بیننده بعد روشن بکنه کانال زیر میس رو ولی خب اینجا من میگم روشنش هم بکن اگر انتخابش کرد بیننده من خب من حالا پرشین ساب رو دوباره کپی میکنم و اینجا اسمش رو میذارم فرنج ساب البته ما سابتایتل فرنش نداشتیم به معنی ترجمه شده ولی خب برحال و سومی این در واقع فرنش سابتایتل من همونطور که شما یادتون هست به زبان انگلیسی بود و یه تقلبی ما این وسط کردیم و سومی ما که انگلیش سابتایتل هست و استریم سه است. پس اگه بخوایم اسکریپت ها رو با هم نگاه بکنیم اونهایی که ساب تایتل رو روشن میکنن یه ویو اینجا دارن و یه ساب و اون کانالی که بهش مربوطه همین اسکریپت رو شما برای انگل یا همون زاویه دوربین هم میتونید انجام بدین ولی کم کارتر و کم استفاده تره خب حالا وقت وصل کردن اینا به همه من پرشین آدیو رو به پرشین اآدیوم وصل میکنم آدیو پارسی و کانکت اسکریپت فرنچ آدیو به فرنچ انگلیش آدیو به انگلیش پرشین سابتایتل به پارسی فرنچ سابتایتل به فرنچ انگلیش سابتایتل هم به انگلیش و همونطور که شما اینجا بیدین پخش فیلم من که این ترک اصلیم رو باید اینجا بیارم و کانکت ترک و منوی اصلی من که مین منیو کانکت مین خب حالا بعد نیست نمای گرافیکالمون رو یه نگاهی بکنیم خیلی اینجا شلوغ و بد فرم شد ولی خب به هر حال دیگه چاره نیست و ما میتونیم حالا همونطور که شما میدید یه ویو این شکلی هم به ما میده مثل نویگیتور فوتوشاپه اگر خیلی اینجا پیچیده شد میتونید با این راحتر ببینید و ناویگیت بکنید و این هم فیت تو ویو ببخشت بغلش فیت میکنه ویو شما رو یعنی اگه مثلا شما اینجا باشین شیفت زد یا همین آیکون فیت تو ویو میتونه براتون این کار رو انجام بده خب حالا من اسکریپت هام رو میارم این طرف که با چیزهای دیگه قاطی نشه بک استیج میبرم اون طرف و همونطور که شما دیدید ما به همین راحتی و به همین سادگی تونستیم یه دیویدی درست بکنیم که انقدر پیچیدگی داشته باشه حالا چه نظر ساختاری چه نظر تصویری چه نظر اسکریپتی حتی خب من میام اینجا سیمولیشن یه بار سیمولیت میکنم دیویدیم رو و همونطور که شما میبینید این چیزی که ما الان اینجا میبینیم هیچ ربطی به اون اسکریپتی نداره که من اونجا خدمتتون گفتم من یه دونه تایتل منو اینجا درست کردم که این هست و یه منوی انگلیسی که تمام چیزهاش به زبون انگلیسی شما میتونید به این وصل کنین عین همین منوی که ما اینجا داشتیم به جای اینکه بنوشته نوشته باشه شروع فیلم مثلا نوشته باشه پلی به جای های مهم نوشته باشه سین ایندکس و الی آخر اگر دیویدی شما قراره تو کشورهای مختلفی پخش بشه بد نیست این کار رو انجام بدید ولی اگر مثلا میدونید فقط بازارش ایران خب فقط همون زبان فارسی کفایت میکنه پس این قضیه شما رو به گمراه نکنه این تایتل منو من یک چیز کاملا بی ربطیه نسبت به اون چیزی که ما الان گفتیم شما منوی فارسیتون رو به این و منوی انگلیسیتون رو به این انگلیش نسبت میدین و ادامه اتفاق خب پس از تایتل منو ما میایم تو منوی اصلی من سیمیلیشن رو یه بار دیگه میزنم تایتل منوی منه فارسی رو انتخاب میکنم اشتباهی که من اینجا کردم همین سر جاشه و ما داریم با زیبایی هرچه تمام تر میبینیمش شروع فیلم رو اگه بزنم فیلمم شروع میشه همونطور که شما اینجا میبینید من میتونم زیرنویس رو روشن بکنم زیرنویس شماره یک شماره دو یا شماره سه و صدای شماره یک شماره دو که فرانسه ما بود و شماره سه و خب زاویه هم که یه دونه بیشتر ندارم من میرم روی منوی اصلی و حالا از اینجا میتونم صحنه های مهمم رو بزنم که چپتر من هست و اون چیزی که مهمترین چیزی که الان میخوایم بهش برسیم که زبان هاست در واقع شما همونطور که اینجا بینید زبان مورد نظرتون که فرزند آدیو پارسی و زیرنویس انگلیسی هست رو شما انتخاب میکنید و میزنید پخش فیلم اشتباه خیلی ناجور دیگه ای که من اینجا انجام دادم اینی که یه اینترو داره این فیلم ما به دلیل اینکه هر بار شما این دکمه ها رو میزنید یه بار این منو بعد پخشه بهتر این یه دونه منو رو استثنا یه منوی ثابت در نظر بگیرید که این اتفاق برای بیننده هی تکرار نشه که مثلا وقتی زیر انگلیسی رو روشن میکنه این منو بیاد دوباره پخش بشه پس من پخش فیلم رو اینجا میزنم صدای ما الان فارسی هست و زیر ما انگلیسی خب همونطور که دیدید اسکریپتینگ به همین راحتی و به همین سادگی بود و واقعا با همین چند تا کلیک ساده شما میتونید یک کار اینجوری انجام بدید